سپاه پاسداران نسبت به بروز شکاف میان ارتش و سپاه هشدار داد. با ما همراه باشید. به نام خدا. سلام بر همراهان آوای ایران. در این بسته خبری تحلیلی 5 خبر رو براتون در نظر گرفتیم. سپاه پاسداران نسبت به بروز شکاف میان ارتش و سپاه هشدار داد. رسانه‌های اسرائیل: آمریکا با طرح نتانیاهو برای الحاق بخشی از کرانه باختری در ماه ژوئیه مخالفت کرد. نماینده مشهد: روحانی 36 میلیارد دلار ارز و 80 تن طلا را در اختیار 3 باند قاچاق گذاشت. رهبر ایران: در آمریکا مردم را می‌کشند و عذرخواهی نمی‌کنند. ترامپ: می‌خواهم با روسیه توافق هسته‌ای کنم. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو، اگر عضو کانال آوای ایران نیستید، روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و علامت زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. به مناسبت سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای با این عنوان منتشر کرد که وحدت و اخوت نیروهای مسلح توصیه راهبردی امامین انقلاب اسلامی است. این بیانیه از همان آغاز و چنانکه از عنوان آن برمی‌آید، ارتش را مورد خطاب قرار داده و به طور غیر مستقیم به اظهارات اخیر یکی از فرماندهان ارتش، دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، پاسخ داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود نسبت به هر گونه شکاف میان سپاه و ارتش هشدار داده و نوشته است: وحدت، اخوت و همدلی نیروهای مسلح و هوشمندی و هوشیاری در قبال تلاش موذیانه دشمنان در ایجاد اختلاف بین ارتش و سپاه از توصیه‌های راهبردی امامین انقلاب اسلامی است و متضمن امنیت پایدار ملی و آرامش ملت ایران است. ساعتی بعد از بیانیه سپاه پاسداران، روابط عمومی ارتش نیز بیانیه مشابهی در خصوص مصاحبه تصویری حذف شده ایرنا با دریادار حبیب الله سیاری منتشر و در آن اعلام کرد که ارتش همواره پیرو تدابیر فرمانده کل قوا آیت الله خامنه ای اصل وحدت را به عنوان تکلیف شرعی و وظیفه ذاتی خود می داند. بیانیه سپس می افزاید که متاسفانه دشمنان حسود و عنود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تقطیع و سوء استفاده این گفتگوی انجام شده را مغرضانه تفسیر، تحلیل و منتشر نمودند. بیانیه در پایان افزود: روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام ریاکارانه و کینه‌ورزانه رسانه‌های ضد انقلاب اعلامی دارد که اتحاد و انسجام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه ارتش و سپاه بنیادین و ناگسستنی است. در روزهای گذشته ایرنا خبرگزاری دولت مصاحبه تصویری را با دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، منتشر و اندکی بعد آن را از خروجی خود حذف کرد. در این مصاحبه معاون هماهنگ کننده ارتش از تبعیض‌ها و مخالفت‌های تبلیغاتی در قبال ارتش توسط ارگان‌های رسمی حکومت از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، گلایه نمود و افسود که سپاه پاسداران و بسیج به دو آسیب بزرگ دخالت در سیاست و فعالیت‌های اقتصادی مبتلا شدند و رفتارها و اقدام‌های آنها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به یک شرکت تجاری شباهت دارد تا یک ارتش مسئول و حرفه‌ای که وظیفه‌اش صیانت از امنیت ملی بدون هیاهوست. دریادار سیاری همچنین گفت که اگر تبلیغات تبعیض‌آمیز و یک جانبه صدا سیمای جمهوری اسلامی علیه ارتش ادامه یابد، ارتش نیز با استفاده از لوازم در دست خود و در دفاع از خیش به تبلیغات روی خواهد آورد، هرچند چنین رویه‌ای را دون شأن خود می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل از قول یک منبع عالی رتبه در اورشلیم از دستور آمریکا به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره لغو طرح نتانیاهو برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری خبر دادند. یک منبع آمریکایی نیز تایید کرده که بعید است دولت آمریکا با طرح یک جانبه اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری موافقت کند.
شبکه تلویزیونی I24 نیوز و رادیو اسرائیل امروز به نقل از یک منبع برجسته در اورشلیم گزارش دادند که آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته تا طرح الحاق اراضی کرانه باختری را متوقف کند. به گفته این منبع، کاخ سفید پیام‌های تندی در مخالفت با این طرح از کشورهای عربی همپیمان با آمریکا همانند مصر، عربستان و کویت دریافت کرده است. منبع یاد شده همچنین گفته که بنیامین نتانیاهو نارضایتی خود را از این تصمیم آمریکا ابراز کرده است. بنیامین نتانیاهو هفته گذشته به اعضای حزب لیکود اعلام کرده که در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری در 1 ژوئیه آینده است و این نزدیک‌ترین تاریخی است که طبق توافق ائتلاف با بنی گانتس، رهبر حزب آبی سفید و نتانیاهو، امکان ارائه طرح برای تصویب چه در کابینه و چه در کنست وجود دارد. طبق توافق یاد شده، اسرائیل میتواند طرح نتانیاهو برای اعمال حاکمیت بر دره اردن و تمامی شهرک‌های موجود در کرانه باختری در طرح الحاق را تنها با هماهنگی کامل کاخ سفید در کابینه و یا پارلمان اسرائیل ارائه دهد. در همین حال یک منبع موثق آمریکایی روز چهارشنبه 14 خرداد 3 ژوئن به تایمز اسرائیل گفته که بسیار بعید است دولت ایالات متحده با اقدام یک جانبه اسرائیل به انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری در تاریخ اول ژوئیه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیش بینی کرده است موافقت کند. سه‌شنبه 13 خرداد ماه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در نشست مجلس شورای اسلامی حسن روحانی را متهم کرد که بیش از 36 میلیارد دلار ارز خزانه کشور و 80 تن طلا را به سلیمانی منتقل کرد و در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر ارز و طلا گذاشت. در سخنان خود جواد کریمی قدوسی با اشاره به بررسی افزایش بهای نفت در سال 96 در کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اقتصاد گفت فایل صوتی و تصویری این جلسه موجود است و در این جلسه به صراحت اعلام شده که طی 3 سال با دستور آقای روحانی 36 میلیارد و 100 میلیون دلار ارز خزانه به بازار وارد شد و در اختیار 3 باند قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر قرار گرفت و به سلیمانیه عراق رفت. کریمی قدوسی سپس افزوده است که علاوه بر این مبلغ 80 تن طلا از ایران به این منطقه ارسال شد. نماینده مشهد در سخنانش فروش اموال عمومی و کارخانه‌های دولتی در بورس را از نمونه‌های همین اقدام‌های دولت حسن روحانی خواند و سپس خطاب به رئیس جمهوری گفت این روزها در بورس را باز کرده اید و دارایی‌های کشور را حراج می‌کنید بدون آنکه برنامه داشته باشید. وی گفت فروش سهام مؤسسات دولتی همان سفته‌بازی‌ها در بازار ارز، طلا و خودروست که به بازار بورس انتقال یافته است. کریمی قدوسی از حسن روحانی به عنوان قهرمان برانگیختن شورش و اعتراض در جامعه یاد کرد. او گفت آقای روحانی قهرمان در برانگیختگی مردم است که مصداق آن را در سال 96 و 98 با سقوط پول ملی و با آن تعداد کشته دیدیم. او دولت روحانی را دولتی بی برنامه خواند و گفت 8 سال از دولت 11 گذشته. نتوانستید اصلاح نظام بانکی را به لایحه‌ای تبدیل کنید. کنترل بازار از وظایف حاکمیت است. قیمت ارزاق عمومی باید کنترل شود. واگذاری‌ها در دولت 11 و 12 پر از ابهام است. رهبر جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های این کشور برای عذرخواهی نکردن درباره مرگ جورج فلوید انتقاد کرد. آیت الله خامنه‌ای در سخنانش به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله خمینی گفت که حاکمان آمریکا در برخورد با مردم آن کشور زبانشان دراز است و مردم را می‌کشند و عذرخواهی هم نمی‌کنند. او گفت به همین دلیل مردم آمریکا از حکومت خود سرافکنده هستند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از انتقادهای خود به آمریکا گفت که این کشور به دلیل فساد حاکمانش در مدیریت کرونا ناموفق بوده و نخواهند توانست این بیماری را کنترل کند. او در سخنانش خواستار تحول بزرگ در اقتصاد، عدالت، آموزش پرورش، نظام خانواده و سیاست خارجی شد. ایشان خواستار قطع وابستگی بودجه به نفت،
فرزندآوری بیشتر، حذف دروس زائد، کنار گذاشتن ملاحظه دشمن در سیاست خارجی و جوانگرایی شد. وی در بخش‌های دیگری از سخنانش گفت که پیش از آن که آیت الله خمینی به قدرت برسد، مردم دین را فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی و حداکثر احوال شخصی می‌دانستند. فقط برای همین مسئله نماز و روزه و فرض کنید که وظایف مالی و ازدواج و طلاق وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین را محدود به این چیزها می‌دانستند. آیت الله خامنه‌ای گفت که در نتیجه تحولی که آیت الله خمینی ایجاد کرد، برای دین، رسالت نظام سازی و تمدن سازی و جامعه سازی و انسان سازی و مانند اینها تعریف شد و مردم نگاهشان به دین به کلی متحول شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه سوم ژوئن 2020 در گفتگو با رادیو فاکس نیوز گفت که خواهان امضای یک توافق هسته‌ای با روسیه است. او دعوت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نشست سران گروه 7 را اقدامی منطقی توصیف کرد. او در این مصاحبه رادیویی گفت چیزهای زیادی است که می‌خواهم درباره آنها با پوتین گفتگو کنم. حضور او در نشست می‌تواند به دستاوردهای زیادی منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که کشورهای گروه 7 که شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا هستند، به ولادیمیر پوتین بدون توجه به اخلاقش نیاز دارند. ترامپ در این باره توضیح داد: موضوع به اینکه او چه کرد ارتباطی ندارد، بلکه موضوع منطق است. اگر تنها گروه 7 باشیم، او حضور نخواهد داشت. نیمی از نشست به روسیه ارتباط خواهد داشت و اگر او حضور یابد به آسانی میتوان به راه حل رسید. او در ادامه گفت مشکل اینجاست که بیشتر چیزهایی که میخواهیم به بحث بگذاریم به پوتین ارتباط دارد. لذا آنچه انجام میدهیم وقت تلف کردن است، زیرا یک نفر باید در پایان نشست با پوتین تماس بگیرد. به نظرم او را باید در نشست شرکت داد. نمیگویم ارزشش را دارد یا نه، فقط میگویم منطقی است که او حضور یابد.